اگر موافق باشید اتاق فرمان میگن که ارتباطمون برقرار شده با مهمان عزیزی که برای همتون هم چهرهشون هم کاراشون کاراشون صداشون آشناست و امیدوارم که البته میخوایم معرفیش نکنیم، یک ضرب خودشون رو ببینیم. بله، اگر بله، که موافقم. موافق باشید موافقم. سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ سلام میکنم به شما روحام عزیز، زهره عزیز. بنده هم عرض سلام دارم. حال شما؟ خیلی متشکر جناب آقای عارف محمدی عزیز، فیلمساز، منتقد و نویسنده از تورنتوی کانادا که امروز مهمان ویژه ما هستن، روی خط برنامه ما اومدن. افتخار داریم در خدمت ایشون باشیم، خیلی هم خوشحالیم. حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ تعریف کنید. من خوب هستم، در دوران قرنطینه به سر میبریم و مشغول کارهایی که میشه در قرنطینه انجام داد. بسیار عالی. آقای محمدی بفرمایید که این قرنطینه چقدر روی کارهای هنری در سطح، حالا به هر حال اونتاریو میشه بیشتر راجع به صحبت کرد، چقدر تاثیر گذاشته؟ چون میدونیم شما معمولا یکی از بزرگان برگزاری مراسم های هنری در سطح شهر هستید و همه شما رو به عنوان حالا مؤسسه موج نو میشناسن و فعالیت های هنری بسیار قابل ستایش و ارزشمند. گسترده. بله بله، لطف دارید. اول اینکه من اول برنامه یه تشکری بکنم از شما زوج هنرمند، شما و زهره خانم و همکارانتون، هم در رادیو آرینا هم در تلویزیون AMG که واقعا من اینو بارها گفتم، خیلی ما رو حمایت میکنید. یعنی ما بدون حمایت میدیاهایی مثل شما که صمیمانه بدون هیچ چشم داشتی کارهای ما رو به قول معروف ساپورت میکنید، نمیتونیم ادامه بدیم. هر شود که در جواب سوال شما، خب مسلماً کارهای هنری در دوران قرنطینه دو بخش شده دیگه از لحاظ فعالیت. یه بخش فعالیت هایی بوده که بیرونی بوده، یعنی مثل ایونت هایی که ما برگزار میکردیم که اصلا مستلزم یه گرد هماییه که خب به خودی خود اینا کنسل شد و اگه یادتون باشه فکر میکنم ما اولین برنامه‌ای هم بود که گروه موج نو در واقع پیشگام شد که کنسلش بکنه و اونم بزرگ داشته آقای عباس کیارستمی بود، بود که ما موکولش کردیم به دوران عادی شدن بعد از کرونا. بله، به هر حال بخش هایی که مربوط به ایونت ها میشه از لحاظ خود سینما، فیلم هایی که در سینما گذاشته میشه، ایونت هایی که هنری برگزار میشه، همه اینها به هر حال مستلزم این گرد همایی است که متاسفانه به هر حال تا اطلاع ثانوی اینها همشون یا کنسل شدن یا در واقع موکول شدن به بعد. ولی من در واقع خودم شخصا بیکار نبودم، چون بخشای زیادی از کارهای من در واقع تحقیق هست، ریسرچ هست، نوشتن هست، دارم روی مستند دیگه ای کار میکنم، تحقیق میکنم، برای کتاب منتشر کردم بعد از مدت ها که کار میکردم در دوران قرنطینه. این کتاب را راجبش صحبت خواهیم کرد و فیلم آواز خدا رو در این مدت تلاش کردیم که آنلاینش کردیم. بسیار عالی. و اینا به هر حال کارهاییست که در این دوران قرنطینه داریم انجام. بسیار عالی. جناب محمدی، همونجوری که در جریان هستید، ما یک بخشی رو داریم، یک بخش سینمایی داریم در طول هفته که یک دقیقه از یه دیالوگی یک فیلم رو پخش میکنیم و دوستان محبت میکنن و اگر فیلم رو دیده باشن اسم فیلم رو برای ما ارسال میکنن، در قرعه کشی ما شرکت میکنن. ما تصمیممون رو گرفتیم که این دفعه شما باشید کسی که از بین همه اون آدم ها و کسانی که شرکت کردن شما یه عددی رو به ما بدید، به جای اینکه این دفعه کامپیوتر حساب بکنه از یه کامپیوتر بزرگی مثل شما استفاده بکنیم. محبت بفرمایید بین عدد 1 تا 288، بله، یه عدد رو شما بفرمایید. خب عدد فیوریت من 40ه.
بله خیلی بسیار عالی. خب من دوستان اتاق فرمان اگه خب بتونن اینو عدد میسپاری 40 به گفت. اتاق فرمان، تو چند ثانیه دیگه حالا صحبت داشته باشیم با آقای محمدی و نتیجه رو بعد چند دقیقه حالا اعلام بکنیم. من میتونم یه چیز دیگه بگم؟ ما تصمیم گرفتیم، حالا شما الان راجع به کتابتون حتما صحبت خواهید کرد و ما اصلا هدفمون این هستش که راجع به کتاب شما یه مقدار صحبت دقیقا. بکنیم و میخوایم اگر اجازه بفرمایید ما از این به بعد از کتابی که شما نوشتین اون مسابقه سینماییمون رو طرح بکنیم که دوستان یه خورده هم برای دوستان راحت تر بشه، همین که دوستان بتونن از اون فعالیتی که شما در دوران قرنطینه کردید یک استفاده بهینه بتونن بکنن و اینکه شاید یه کمکی هم باشه دیگه، عملا مثل هینت میمونه براشون که ما بتونیم یه توضیحاتی بدیم و اونا فیلم رو حالا حداقل هم برن ببینن بر اساس زحمتی که شما کشیدید، همین که بتونن برنده ما بشن. فکر کنم فیلمای آقای فیلم کتاب آقای محمدی در مورد فیلمای خیلی سختم هست. بله فیلمای خاص و خوب و سخت و سخت میشه مثلا. نه الان یه توضیح بدم راجع به کتاب اگه اجازه بدین. این کتاب رو در واقع اصلا ایدهش از الان نبوده، یعنی سالها پیش در واقع این ایده این کتاب شروع شد و دلیل اینکه من یه برنامه تلویزیونی داشتم، فیلم و سینما، و بله. اینکه من در رسانه‌های مختلف فارسی زبان نقد فیلم می‌نوشتم و در واقع هم به عنوان نویسنده سینمایی هم منتقد فعالیت داشتم. به خاطر همین مردمی که منو می‌شناسن یا توی به اصطلاح فضای مجازی یا حضوری هر وقت که برخوردم یه سوال خیلی به قول معروف مشترکی که اکثرا دارن اینه که ما چه فیلمی ببینیم؟ چون که خیلی بعضی ها علاقمندن به فیلم دیدن، به خصوص سینمای ایران، ولی خب در بین خیلی بیشمار فیلم هایی که میاد و بسیاری از اونها هم واقعا فیلم های با ارزشی نیستن، یعنی شما اتلاف وقت برای خیلی ها، و چون آشنایی ندارن، شناخت ندارن، همیشه دنبال اینن که چه فیلم خوبی رو ببینن که بیارزه که این یک ساعت و نیم دو ساعت وقتی که میذارم. اول بگم ما یه فیلم با ارزش دیدیم، یه فیلم خوب دیدیم، حالا نه این که فیلم خیلی تاپ باشه، خیلی مثلا بی نقص باشه، نه، در حد این که شما بگید ما یه فیلم خوب دیدم. بله من اومدم در طی این سالها، شاید بگم موضوع مثلا از 8 سال 7 سال پیش شروع شد و هر زمان آزادی که پیدا می کردم شروع کردم یه سری مرور کردم سینما ایران رو از اول انقلاب سال 57 شروع کردم تا سال 98، که یعنی هی به ترتیب تته این سالهای تیکه تیکه فیلمایی که می دیدم و می دیدم فیلم خوبیه ارزش دیدن رو داره اینا رو جداگونه یادداشت می کردم و خب به خاطر گرفتاری و مشغله زیاد خب اینا مونده بود، یعنی همجوری می نوشتم مونده بود، تا اینکه تو این زمان قرنطینه گفتم خب بیشتر خونه هستم و اینا، زمان خوبیه که اینو تکمیلش کنم و به هر حال نشستم و اینا رو آماده کردم. در واقع در این کتاب 100 فیلم سینما ایران در واقع، یا 100 فیلم برای دیدن اسمش. بله اگر کسی این کتاب رو داشته باشه بخواد فیلم ایرانی بعد از انقلاب ببینه، فیلم هایی رو خواهد دید که عموماً تو دسترس هستن، چون من فیلم هایی رو که دیده بودم و در دسترس بوده معرفی کردم. خیلی از فیلم های خوب هست که ممکنه من به عنوانی که خب ما خارج از کشوریم تو سینما ایران که دسترسی نداریم و در واقع منابع ما همین فضای مجازی دیویدی ها و اینهاییست که دستمون میرسه. بله. من بر اساس اینها اومدم توی مقدمه کتابم نوشتم اینها لزوماً این نیست که فکر کنید که فیلمایی که نیستن خیلیشون فیلمای خوبی نبودن، نه، ممکنه توش فیلمای خوبی بوده که من ندیدم یا در دسترس نبود. به خاطر همین این 100 تا فیلمایی‌ست که عموما شما اگه بخواید ببینید میتونید در فضای مجازی در سایت ها اینا رو پیدا کنید و مطمئنم 99% اگه این فیلم رو ببینید زمانتون رو از تلف نکردید، حداقل یه فیلم حالا متوسط به بالا رو دیدید. خب بسیار عالی. جناب محمدی بفرمایید که دوستان اگر بخوان دسترسی داشته باشن، اولا که دسترسی به این
کتاب فکر میکنم کتاب نسخه چاپی هنوز نداره و کتاب الکترونیکه، درسته؟ بله، فعلا چون میگم در این فضا این کتاب چیز منتشر شد، دسترسی به چاپ کتاب نبوده، فعلا از طریق بله، گوگل بوک خریداری اینو باید میتونید. بکنن. بله، این بله در بله سایت اگر کسی بره توی گوگل بوک پلی بله و اسم کتاب رو حتی بزنه 100 ایرانیان موویز، اینو بزنه اصلا میاد، این تایتل میاد براشون. بسیار عالی. و آواز خدا رو فرمودید که به صورت آنلاین دیگه قابلیت دیدن داره، اونم اگه محبت بفرمایید که ببینیم چطوری هست که ممنون میشین. آره، آواز خدا ارتباطی همونجور که شما خودتونم در اکران فیلم بودید و گزارش هایی هم زحمت کشیدید تهیه کردید بارها، خیلی پیام های زیادی من تو این 2 سالی که فیلم اکران میشد در فستیوال ها برحال جوایزی گرفت، جاهایی بود که به اصطلاح نقد های مثبتی گرفت، خیلی ها پیغام میدادن از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف که چطور میتونن فیلم رو ببینن، و بالاخره تو شرایطی فراهم اومد که من این رو در واقع آنلاینش کردم، یعنی الان فعلا از طریق سایت حرفه‌ای ویمیو بله این فیلم تو دسترس هم برای اجاره هست هم برای خرید، بله یعنی میتونن هم فقط ببیننش در یه زمان محدود و همین که میتونن بخرن دانلودش کنن برای خودشون. درست. و حتی اگر ساده تر بخوان دسترس پیدا کنن به وبسایت فیلم اگر مراجعه کنن songofgod.ca، بله اونجا توی منیوی وبسایت زده که watch now، اونجا بزنن قشنگ هدایت میکنه به سمت اینکه چطور فیلم رو تهیه کنن. خیلی متشکرم آقای محمدی عزیز، ممنون از وقتی که گذاشتین روی خط برنامه تشریف بردین، خیلی خوشحال شدیم شما رو داشتیم و گفتگویی داشتیم که خیلی برام لذت بخش بود، براتون عرضی سلامتی میکنیم و امیدوار هستیم تشریف داشته باشن. اسم بله بله, بله حتما قبل از خدافظی اتاق فرمان بله اسم در واقع برنده رو به ما بگن که حداقل شما که حضور دارید در حضور شما بفهم. بله من اینجا یادداشت کردم. خب شماره که آقای 40 رو فرمودن، آقای محمدی عزیز فرمودن، مربوط میشه به خانم نوشین عباسیان با پیش شماره 647 و در پایان 4511، 4 رقم آخرشون 4511 هستش. تبریک میگیم به شما، جایزه به رسم یاد بود از طرف رادیو آرینا و این بار با مشارکت آقای محمدی تقدیم شما میشه و من میخوام از آقای محمدی اجازه بگیرم که اگر اجازه بفرمایید یه تعداد محدودی از این نسخه کتابتون رو به ما اجازه بفرمایید که بتونیم به برندگانمون حداقل از الان تا مثلا 10 تا برنامه آینده بهشون بدیم به رسم یاد بود، به علاوه جایزه‌ای که ما خودمون داریم تقدیمشون میکنیم که اون دوستانی که حالا فیلم زیاد میبینن و میتونن خیلی راحت این کار رو در واقع شناسایی بکنن فیلم رو، بتونن اون فیلم هایی که مد نظر شما بوده و شما معرفی کردین هم بهش دسترسی داشته باشن اگه اجازه بدین. حتما خیلی خوشحال میشم. اولا تبریک میگم به خانم نوشین، شنونده این برنامه یا بیننده این برنامه، و اینکه حتما این کار رو بکنید. این کتاب رو من تقدیم کردم به رسانه شما و PDF رو میتونید براشون بفرستید، برای برندگان به راحتی میتونن از این نسخه PDF استفاده بکنن و در واقع خوشحال میشم که این کتاب مورد استفاده واقع بشه و حداقل بینندگان ما بتونن فیلم های خوب سینمای ایران رو به توسط این کتاب بهش دسترسی پیدا کنن. برها خیلی متشکرم آقای محمدی عزیز، مرسی که روی خط ما بودید، امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید، دوران قرنطینه هم به زودی ان‌شاءالله تموم بشه و بتونیم از نزدیک خدمتتون باشیم. شما رو ببینیم. بله خیلی متشکرم، سلام به خانواده برسونید، ممنون از وقتتون. حتما منم در آخر از شما تشکر میکنم مجددن و از بینندگان برنامه، شنوندگان برنامه تشکر میکنم و تقاضا میکنم که از شما و رسانه شما در هر کجا که هستن حمایت بکنن تا این برنامه بتونه به خوبی با کیفیتی که داره بهتر و بهتر ادامه پیدا کنه. خیلی ممنون از شما، خیلی لطف میکنید. متشکرم. شبتون خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا حافظتون. آقای عارف محمدی روی خط بودن، منتقد، فیلمساز و نویسنده که قرار شده از این به بعد کتاب ایشون را هم تقدیم دوستانی بکنیم که برنده مسابقه سینمایی ما هستند.